اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای خارجی روز دوشنبه به ولایت جوزجان رفته و با جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری نزدیک به دو ساعت پشت درهای بسته ریزنی کردند. ظاهرا این نشست روی تامین امنیت، مبارزه با هراس افغانی و انتخابات ریاست جمهوری بوده است. عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در حالی که تاخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نگران کننده میداند، از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار پیدا کردن یک راه حل برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شده است. قانون کمیسیون طرز عمل دارند، مطابق همه از بیشتر سر زبان های مردم نگران نسازند، زودتر به یک نتیجه برسند. نتیجه اولیه را باید کمیسیون اعلان بکنه. ما زیادتر سر امنیت شمال امروز صحبت کردیم. از سوی هم سرپرست وزارت دفاع ملی و فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از آغاز عملیات نیروهای امنیتی برای تامین امنیت شمال کشور خبر می دهند. مسائل امنیتی و پروگرام های عملیات های آینده بود و انتخابات هم جزء از مسائل روز است، ولی او مسائل کسایی که در اشکار دارن گپ میزن. هدف از سفر امروز و اندازی عملیات ها و تامین امنیت شمال بود تا نیروهای امنیتی افغان یک جا با نیروهای خارجی کار کنند. نشست سرپرست وزارت دفاع ملی و فرمانده ماموریت حمایت قاطع با جنرال دوستم در حالی صورت میگیرد که در سالهای اخیر ولایت های شمال به ویژه جوزجان، سرپل و فاریاب دستخوش ناامنی‌ها بوده و در جریان چند سال اخیر چندین ولسوالی در شمال کشور میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شدند. همچنان جنرال میلر دو مدال نیز به پاس خدمات آقای دوستان به وی اهدا کرده است.